به نام یزدان مهربان. پاک یزدانا، خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورنگیز و دانشخیز و گوهرخیز. از خاورش همواره خورشیدش نورافشان و در باخترش ماه تابان. کشورش مهر پرور و دشت بهشت آسایش پرگل و گیاه جان پرور و کهسارش پر از میوه های تازه و تر و چمنزارش رشک باغ بهشت. هوشش پیام سروش، هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پرخروش. روزگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان در زیر روپوش. باد بهارش خزان شد و گلزار دلرباگش خارزار. چشمه شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش آواره و در بدر هر کشور دور. پرتوش تاریک شد و رودش آب باریک تا آنکه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دردم و بهار تازه رسید و باد جان پرور وزید و ابر بهمن باری و پرتو آن مهر پرور تابید. کشور بجنبید و خاکدان گلستان شد و خاک سیاه رشک بوستان گشت. جهان جهانی تازه شد و آوازه بلند گشت. دشت و کوهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند. هنگام شادمانی است، پیغام آسمانی است، بنگاه جاودانی است. بیدار شو، بیدار شو. سالی که گذشت تلخ یا شیرین، مارگونه خزید و اسبی سفید متولد شد. اسبی که پیامش صلح است و برکت، نجابت است و آزادی، همدلی و همراهی. اسبی با نعلهای طلایی. آرزو میکنم اسب امسالتون بالدار باشه و بر آسمان آرزوهایتان به پرواز در بیاد. بهاران با تمام زیبایی هایش پیشکشتان بود. با الله ها و سلام و درود به یکایک شما هموطنان و پارسی زبانان در اقصی نقاط عالم. پیش از آغاز سخن ببخشید، لازم می دانم به چند نکته به طور اجمالی اشاره بکنم و مطمئن هستم استاد معظم خادم برازنده امرالله و برادر روحانی جناب دکتر عنایت مطلبی به نوبه خود کما به سابق اجوبه کافی و شافی خواهند داد و امیدوارم عراقز بنده حمله بر
جسارت تلقی نشه. افتخار آشنایی با جناب دکتر عنایت مطلبی برای اقیانوس رو مدیون تلویزیون مردم به مدیریت جناب سربی هستم. صحبت های هموطن ما از ایران مجموعه ای از مغالطات در ارتباط با پاسخ به جناب دکتر مطلبی و این ترپند فیلسوف منشانه یعنی سفسطه و مغلطه در طول تاریخ نشان دهنده از هر آغاز و به هر منتهی شدن و بی محتوا. همچنین تعصب، تهجر، تسلب فکر گوینده است. یادآور شم که به استناد به تاریخ کوتاه 170 ساله آیین مقدس بهایی این گونه تعرضات و حملات و عناد و دشمنی نه تنها مؤثر نبوده بلکه وحدت و یک پارچگی و همیت و غیرت و رأفت و دوستی و محبت بین بهائیان رو مستحکمتر نموده و خواهد نمود. زیرا گذشته از ایمان فردی افراد بهائی، زعامت جامعه بهائی به ید پر اقتدار بیت العدل اعظم معهد اعلاست که همه بهائیان صمیمانه و صادقانه و عاشقانه این مرجع روحانی رو به عنوان پدری مهربان و رؤوف قبول کردند. ایشون متذکر شدن که در تفسیر سوره کوثر که به درخواست سید یحیی دارابی ملقب به وحید اکبر نازل شده، باید بگم که یحیی به حروف ابجد مساوی هست با کلمه وحید. از این رو این شخص بزرگوار در تاریخ بهائی به نام وحید اکبر ملقب شد. ما متذکر شدن که حضرت باب خود رو در این تفسیر یعنی تفسیر سوره کوثر از پیروان امام حسن عسکری خطاب کردن که پیشتر در این مورد سخن خواهم بود. بهائیان هموطن گرامی اعتراضی به این موضوع ندارن، بلکه در آثار حضرت بهاءالله و سایر طلعات مقدس بهائی از پیامبران و ائمه اطهار و اولیا و اوصیا در نهایت احترام و حتی در اکثر مواقع در مورد پیامبر و امام حسین و عیسی ابن مریم جمله روحی له الفدا به کار برده شده، چون که پیامبر اسلام فرموده منم آدم اول و نوح و موسی و عیسی. امام علی هم همین مضمون رو به کار برده، زیرا بین پیامبران و ائمه مقدس اطهار رقابت هایی مانند رقابت های سیاسی و اقتصادی و طبقاتی و برتری و مخاصمه و برای همدیگه زدن و امثال هم نیست. همه انبیا از یک منبع سرچشمه گرفتن، از یک چشمه نوشیدن، از یک آفتاب تابیدن و جمیع انبیا
از هیاکل امر الله هستند که در لباس های مختلف و نام های مختلف ظاهر شده. اگر قدری مرآت قلب رو از قبار قرض پاک و لطیف کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که همه پیامبران در یک رضوان ساکنند، در یک هوا طائرند و بر یک بساط جالسند و بر یک کلام ناطق و بر یک امر آمرند. این همون اتحاد اون جواهر وجود و شموس غیر محدود و معدوده. پس اگر یکی از مظاهر قدسیه بفرماید من رجوع کل انبیا هستم، صادقه و موسی و عیسی و زرتشت، نوح، ابراهیم و سایر انبیا رو تایید فرموده. همچنین که پیامبر میفرماید من رجوع کل انبیا هستم، همچنین ثابت میشه در ظهور بعد هم رجوع ظهور قبل هست. آیا دادن این گونه القاب و نزول زیارتنامه و رفتن به زیارت قبر امام حسین دال بر عدم حقانیت حضرت باب و حضرت بهاءالله میشه؟ در آثار حضرت بهاءالله لااقل 40 عنوان شامخ به پیامبر اسلام داده شده، از جمله جمال ازلی، شمس محمدی، ساذج لولا، سید لولا، جمال لاگزاری، سید رسول و غیره. و حضرت باب و حضرت بهاءالله هر دو به زیارت مرقد امام حسین در کربلا رفتن و زیارت نامه پرسوز گدازی به مناسبت روز شهادت امام حسین در عاشورای حسینی ناظر شده که زیارت این دو به احبای الهی در اون روز مخصوص توصیه شده. حتی زیارت نامه برای شاه عبدالعظیم نخعی از حضرت باب و حضرت بهاءالله نازل شده. آیا این زیارتنامه ها و عشق و علاقه به پیامبران و ائمه اطهار قبر، همچنین که پیامبر اسلام منم موسی و عیسی و ابراهیم، دلیل بر عدم حقانیت و رسالت حضرت باب و حضرت بهاءالله میشه؟ من به عنوان یک فرد بهایی دو بار به زیارت شاه عبدالعظیم رفتم. البته در بار اول کفشامو دزدیدن و در بار دوم خواستن صیغه بکنن که فرار رو برقرار ترجیح دادن. منتها به فرموده حضرت صادق که شیعیان رو مخاطب قرار داده و فرموده، شیعه واقعی مثل کبریت احمره، احمر با هی جیمی، و چون کبریت احمر کمیابه، به تلویح حضرت صادق مؤمن حقیقی شیعه رو به کبریت احمر مثال زده. این دیگه از بیان ائمه اطهار شیعیانه. در دقایق پایانی صحبت‌های این هموطن عزیز و گرامی از ایران اینگونه گفته شد، توجه بفرمایید: ادعای من اینه که نسخه خطی تاریخ نبیل با تطبیق با این متنی که الان هست بنا به دلائلی نمیخوره. تکرار میکنم، ادعای من اینه که نسخه خطی تاریخ نبیل با تطبیق با این متنی که الان هست بنا به دلائلی
الی نمیخوره. عزیز دل، آخه اینم شد ادعا؟ شما الحمدلله وکیل و انشالله وکیل پایه که دادگستری هستید، مگر شما نسخه خطی تاریخ نبی رو زیارت کردید که ادعا میکنید نسخه خطی با تطبیق با این متنی که الان هست بنا به دلایلی نمیخوره؟ هموطن از تاریکی تیری انداختن اما به هدف نخورد. عزیز دل، کدوم دلایل؟ شما دلایلی رو مطرح نکردید. تازه اگر هم دلایلی مطرح کنید، ابتدا باید نسخه اصلی رو دیده باشید و واب به واب، تکرار میکنم، واب به واب، و بازم تکرار میکنم، واب به واب خونده باشید بعد ادعا کنید. مضافاً چرا اصلا من باید به ادعای شما اهمیت بدم؟ آیا من موظف به اطاعت از ادعای شما بدون دلیل و برهان هستم؟ شما شاید در آینده ادعای رهبریت و یا رکن رابع بکنید. به چه دلیل؟ به چه دلیل مستند و ادله و براهین متین و بر اصول قرآن من باید ادعای رکن رابع شما رو بپذیرم؟ هر ادعای دلیلی داره و برهانی لازم داره. در مورد تاریخ نبیل، از اونجا که شاهدین عینی حیات عنصری حضرت باب یا به شهادت رسیده بودن یا سنی ازشون میگذشت، به دستور حضرت بهاءالله محمد زرندی ملقب به نبیل، عرض بکنم نبیل به حروف ابجد اعدادش برابر با کلمه محمد، مأمور به سفر به ایران شد و با شاهدین عینی مطالبی رو درج کرد و به اکتاب به حضور حضرت بهاءالله بود و حضرت بهاءالله اونها رو نظاره، تصحیح و صحه گذاشت. خب من به عنوان یک بهایی که تابع حضرت بهاءالله هستم و حضرت بهاءالله به این کتاب صحه گذاشتند، آیا بیام حرف شما رو یا ادعای شما رو دال بر این که میخوام اون جمله شما رو مجددن تکرار بکنم، ادعای شما دال بر این که نسخه خطی تاریخ نبیل با تطبیق با این متنی که الان هست بنا به دلایلی نمیخوره؟ آیا این معقوله؟ حضرت شوقی افندی تاریخ نبیل رو اون چرا که ترجیح داد ترجمه کردن، اون چیزی که باید ترجمه میشد رو ترجمه کردن به زبان انگلیسی به نام دان برکرز، که چی بشه؟ که بهائیان انگلیسی زبان هم از وقایع حماسه ساز عهد رسولی دور بهائی مطلع بشن. در مصر حقوقدان برجسته و مؤمن و خادمی برازنده به نام عبدالجلیل بن سعد که مسلط به زبان عربی و انگلیسی بود، تاریخ نبیل رو به عربی ترجمه و علامه اشراق خاوری دان برکرز رو به فارسی ترجمه و به نام مطال الانبار از طرف تشکیلات بهایی به چاپ رسید که در دسترس عموم هست. مضاف بر این، به اعتقاد بهائیان حضرت شوقی افندی
طبق الواح وصایای حضرت عبدالبها به عنوان وسیع و مبین آیات الله منصوب شدن و بر بهایان فرض و واجبه که اطاعت از اوامر حضرت عبدالبها که همانا اطاعت از دستورات حضرت بهاءالله هست باشد. شیعیان هم به سلسله جانشینی پس از رحلت پیامبر معتقدند و همه ائمه اطهار رو به حق و معصوم و مسئول از خطا میدونند، از امام علی تا امام حسن عسکری. و آیا در مذهب تشیع بین یک کدوم از این امام ها فرقی وجود داره؟ یا برتریتی یا خفتی وجود داره؟ اصلا و ابدا. و هر گونه مخالفتی با هر کدوم از این ائمه اطهار در واقع مخالفت و محاربه با خداست. همین یکی از ائمه شیعیان به علت میخوارگی فرزند ذکور ارشدش او رو از جانشینی محروم کرد و شیعیان هم بدون لمه و بمه قبول کردند، مگر معدودی که فرقه اسماعیلی رو تشکیل دادن. هموطن ما متذکر شدن کتاب گنجینه حدود و احکام مجموعه ای از احکام کتاب مستطاب اقدس است که علامه اشراق خاوری جمع‌آوری کرده، که درستم هست، ولی ایشون توضیح دادن که جناب اشراق خاوری تفسیر و تبیین کردن. در کدام صفحه و سطر تفسیر و یا تبیینی از آیات نازل از کتاب مستطاب اقدس که در این کتاب مندرج هست از جناب اشراق خاوری در گنجینه حدود و احکام دیده شده؟ در دیانت بهایی مرجع تقلید و قشر روحانیتی نیست. حالا اگر هموطن ما از ایران تمایل دارن با سریش این وصله رو بچسبونن، پیشا پیش گفته باشم، چون چسب کم زدی برو برد. اگر شارع آیین بهایی حکمی میده و امر به معروف و نهی از منکر میکنه، او در حد شارعیت. اما شارع آیین بهایی به بندگانش چنین اجازه‌ای نداده که به یکدیگر امر به معروف و نهی از منکر بکنه و تشکیلات بهایی هم چنین اجازه ای رو ندارن که به افراد امر به معروف و نهی از منکر بکنن، مگر به صورت عمومی و کتبی یک مطلبی رو اعلام بکنن، نه به صورت فردی. یک مطلبی رو مثلا قبل از شروع ایام صیام، ایام روزه، محافل روحانی به استناد به آثار طلعات مقدسه بهایی مطالبی رو به طور کتبی اعلان میکنن که اینا رو فرمودن درباره ماه مبارک صیام. ولا غیر، حتی بیت العدل اعظم الهی نیز نمیتونه که به یک شخصی امر به معروف و نه از منکر بکنه. امیدوارم این روشن و شفاف شده باشه. همونطور که عرض کردم، امر به معروف و نهی از منکر از طرف شارع آیین بهایی هست و دستورات و اوامر حضرت بهاءالله من جانب الله. همانگونه که در قرآن طرز وضو گرفتن به عنوان سنت پیامبر متداول شده، پیامبر برای اعراب 1400 سال پیش که از نظافت و پاکیزگی بدن چیزی نمیدونستن و در صحرای بی آب و علف
زندگی میکردن یاد داد که لااقل موقع وضوع دستاتونه که کثیفه بشورید، سرتونه که خاک نشسته بشورید، لای انگشتای پاتونو مس کنید. و بیشتر از این هم نمیتونستن بگن، چون وسایل استحمام و شستشوی مترقی در اون سرزمین وجود نداره. اما همون سنت که فقط با انگشت بین شست و پا رو انگشت بکشی و باقی انگشتاری که داشت کثافت هست ول کنید باقی مونده، و یا با دست خیز سر خودمون رو با انگشت خیز بکنیم و ما بقیه مراسم وضو که موقع نماز با تمیزی و لطافت با خداوند به راز نیاز مشغول بشیم. از این رو حضرت بهاءالله حکم کردن که بهایان لااقل هفته یک بار باید همون کنن و ناخوناشون هفته یک بار بگیرن. چرا؟ چون برای عبادت و راز و نیاز و مناجات به سوی پروردگار باید با پاکیزگی درون و بیرون اقدام کرد. امیدوارم از حدیثی که مجملی گفتم هموطن ما حدیث مفصل بخوانن از این مجمل. در ابتدا با وقایع قلعه شیخ تبرسی و نیریز و زنجان فرمودن جنگ نبود هموطن عزیز، دفاع بابیان. همانگونه که بهایان معتقدند که غضبات پیامبر، غضبات جمع غضبه، و سرایای پیامبر، سرایا یعنی در جنگ های دفاعی که پیامبر اسلام خودشون شرکت نداشتن و نماینده ایشون شرکت میکرد، غضبات که جمع غضبه هست، خود پیغمبر در این غضبات شرکت میکردن. وقتی یک باغبونی هموطن عزیز زمینه رو شخ میکنه و با مرارت تخم‌پاشی میکنه و کم کم جوونه میزنه و به صورت نهال‌های کوچک در میان، اگر بدتینان و دشمنان و مخالفین و معترضین بخوان که این جوونه‌های کوچک رو که همانا تازه مسلمان بودن و هنوز ریشه نگرفته بودن رو در بیارن یا لگدمال کنن، طبیعتاً عزیز دل، طبیعتاً دهقان برای محافظت این جوونه ها به دفاع میسته. یا اگر شبانی گوسفندانی داره و گرگان تیزدندان که همانا مخالفین و معترضین و دشمنان هستند قصد حمله به گله بکنن، شبان با چوب به دفاع برمیخیزه. تعداد شهدای قلعه شیخ تبرسی و نیریز و زنجان در کتب تاریخی ثبت شده، اما شهادت بابیان و بعد بهایان در سراسر نقاط کشور ایران متوقف نشد. اگر به تاریخ نبیل که ادعا میکنید چون نسخه خطی با تطبیق با این متنی که الان هست بنا به دلایلی نمیخوره، که از شما به عنوان وکیل بعیده چنین فرمایشی، چون شما نسخه خطی رو زیارت نکردید و جامعه بهایی هم وظیفه نداره برای جلب رضایت شما یه نفر و یا حتی هزارها نفر سر تعظیم فرود بیاره، میتونید به کتاب‌های تاریخی غربیان که شاهدین عینی بودن مثل نیکولا گوبینو و ادوارد بران هم رجوع کنید. مجدداً از سرور گرامی و استاد معظم و مشتعل به نار الهی و مروج آیین ربانی جناب دکتر مطلبی با کمال شرمندگی
پوزش میطلبند که از حریم خود تجاوز نموده. یکی از همپارگی های همین هموطن عزیز دل ما به عنوان اعتراض در فیسبوک نوشته اگر بهایان راست میگویند چرا بیت العدل کتاب بدی رو چاپ نمی کنه؟ کتاب بدی از آثار نادر است، کلک معجز شیام حضرت بهاءالله. شنوندگان فهیم و فخیم، مغلطه و سفسطه رو ملاحظه می کنی؟ اولا کتاب بدی چاپ و در اختیار عمومه، و در ثانی با پیشرفت فناوری و اینترنت جهت صرف جویی مالی و فضایی و مکانی همه امکانات در اینترنت موجوده. جوینده باید آری از تعصب باشه تا به حقیقت دسترسی پیدا بکنه. برگردیم به پرسش های قبل و پرسش از شما. پرسشی شده که آیا در قرآن آیه‌ای دال بر اینکه پیامبر اسلام بشارتی از عیسی مسیح رو درباره ظهور خود نازل کرده؟ پاسخ آری هست و شک و تردید در اون نیست. از زمان نزول این آیه تا به حال جنگ ها و اختلافات و منازعاتی بین مسیحیان و مسلمانان رخ داده و تا زمانی که حقیقت رو نپذیرند دامنه اون گسترده تر خواهد شد. جنگ های 200 ساله صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان که میلیون ها نفر از هر دو طرف کشته شدند و بانی این کشتارها مسیحیان بودند که حاضر به قبول شریعت جدید اسلام نشدند، به حدی که مسیحیان نوجوانان مسیحی رو برای جبهه، برای مبارزه و مقابله با مسلمانان گسیل میدادند، همان روشی که آیت الله خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق با انداختن کلید بهش به گردن نوجوانان نهاد، و یا امام زمان گویان اون اطفال معصوم و بیگناه رو به روی مینها فرستاد و در نتیجه در تاریخ ثبت شد. بر روی محققین و مفسرین انجیل و قرآن سالها کند و کاو در انجیل نمودند تا شاید کلمه‌ای به نام احمد در انجیل پیدا کنن که موفق نشدن. از جهت دیگه مسلمانان که اکثری به تهمت و افترا زدن ید طولایی دارند، منتشر کردن با دینا با مذهبا انجیل توسط تشکیلات مسیحیان تحریف شده و عمدن مسیحیان اسم احمد رو از کتاب انجیل حذف کرده. قافل از این که عزیز دل، زمان ظهور پیامبر 610 میلادی بود که انجیل تا اون زبان به زبانهای آرامی یونانی در اطراف و اکناف جهان منتشر شده بود. امکان این که تمام انجیلهای دنیا رو پیدا و جمله‌ای که در آن کلمه احمد نوشته شده رو پاک کنن نبود و یقیناً وایت آوت هم وجود نداشت و یا رایانه یا کامپیوتری وجود نداشت که با فشار دکمه‌ای دیلیت کرد کلمه احمد رو. از این رو تهمت مسلمانان ناروا و غیر منطقی و غیر عقلانی است. چون مسلمانان به صحت الهی بودن آیه 6 از سوره صف معتقدن و قرآن رو حقیقت محض میدونن که هست، و چون اسم احمد رو در انجیل پیدا نکردن، با دینا با مذهبا گویان نعره میزنن که انجیل تحریف شد. عرض کردم قافل از این که آیات راجب تحریف که در قرآن هست، دوست محقق ما، آیات تحریف که در قرآن هست درباره یهودیان نازل شده که در صدر اسلام آیات تورات رو تحریف می کردن.
برای اطلاع شنوندگان فهیم و فهیم عرض کنم، تحریف یعنی دگرگون کردن واژه و یا دستبرد در سخن، که هنوز عده‌ای، شاید همین دوستانی که میان در تلویزیون مردم با عنوان محقق اسلامی یا مسیحی، با تحریف در آثار و معارف بهائی سعی در اختلاف و انشقاق به زعم باطل خودشون در جامعه بهائی دارن. زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ. در عرف تحریف انواع متعدد داره. مهمترین تحریف، تحریف معنوی. تحریف معنوی یعنی چی؟ تحریف یعنی تفسیر سخنی برخلاف معنی ظاهریش. در تحریف معنوی تحریف کننده که هستن اینایی که داریم میبینیم و میشنویم، جمله یا کلمه رو از مجرای طبیعی و معنای اصلی منحرف میکنه و به کناری میزنه. به عبارت دیگه تحریف معنوی یعنی منحرف کردن روح و معنی یک جمله و یا حادثه. این روش تحریف یا به صورت تحریف در حرکات و اعراب کلمه، یا در حروف کلمه، یا تعویض کلمه، یا تغییر موضع تقدم یا تأخر، و یا افزودن به کلمه و طرق دیگه که در همین تلویزیون مردمی از مخالفین آیین بهائی میشنویم. تحریف که از بحث‌های حوزه علمیه یا کلیساها هست، همچنین شاید به یا تشکیلات و مذاهب ادیان دیگه، برای پر کردن و سیاه کردن صفحات و حقیقتا از حوصله بحث خارجه. دیگر نوع تحریف، تحریف لفظی است. به هر روی چون یهودیان در صدر اسلام تورات رو به زعم خود تحریف می کردن، آیات تحریف به جهت اونها نازل شد. اما مسلمانان مدعی شدن این انجیل انجیل اصلی نیست. عیسی مسیح همراه خود انجیل رو به آسمان چهارم برده. در حالی که همین ادعای مسلمین نهایت ظلم به خداونده. زیرا اگر چنین باشه، پیروان مسیح پس از مصلوب شدن عیسی مسیح و نبود انجیل تا ظهور رسول الله میباید به چه منبعی متمسک میشدن؟ از کدام مأخذی راه و روش پیدا میکردن؟ پس ملاحظه میکنید که جهالت و نادانی و کوته‌فکری و انجماد فکر چه بلایی بر سر امت اسلام آورده. در این مقطع چاره‌ای نیست جز این که به کتاب عهد جدید، انجیل مقدس، مراجعه کنم. من به قدری نگران این ساعت هستم که مطلب به پایان نرسه و مجبور هستم تونتون بگم. وقتی تونتون هم صحبت بکنم تون صدای من بالا میره، دوستان شکایت بکنن که تون صدای من بالاست، در حالی که این تون صدا علتش به جهت زیغ وقت. حالا من چند آیه از انجیل متا و هشدار عیسی مسیح به انبیای کذبه که متاسفانه مسیحیان آیات انبیای کذبه رو که در هر چهار انجیل و اعمال رسولان میبینیم رو به پیامبر اسلام نسبت میدن بررسی میکنن. در انجیل متا در فصل 24 آیات 1 تا 22 که در خصوص انبیای کذبه و شرایطی که اونها دارن مرقوم شده. همین موضوع انبیای کذبه در انجیل لوقا فصل 21 آیات 5 تا 24
و در انجیل مرقس فصل 13 آیات 1 تا 20 با جملات متشابه آمده. در انجیل اگر مسیحیان به انبیای به آیاتی که در ارتباط با انبیای کذبه توجه تام مبذول بدارند، منظور از انبیای کذبه رو خواهند فهمید. انبیای کذبه افرادی بوده و هستند که از بطن مسیحیت، توجه بفرمایید، از بطن مسیحیت تا به حال متولد شده و میشن. ما میخوانیم گذشت از این که عیسی مسیح به پیروانش هشدار داده بود که در غیبت او فریب رسولان کذبه رو نخورن و در چهار انجیل همون گونه که عرض کردم مندرجه، پولس رسول هم پس از اختلاف شدیدی که با بارنبا پیدا کرد، صرفا به جهت اینه که بارنبا مصلحت چنان دید که یوحنای ملقب به مرقس رو نیز همراه خودش ببره، پولس با نظر اون مخالف بود. این مطلب نزاع سختی، نزاع عرض میکنم به استناد به تورات، به انجیل، بین پولس و بارنبا به وجود اومد، به حدی که از یکدیگه جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رفتن. مأخذ این اختلافی که عرض دارم میکنم بین پولس و بارنبا، اعمال رسولان فصل 15 آیات 36 تا 40 هستش. این واقعی اختلاف و نزاع و روش تبلیغ پولس و بارنبا هم خونی نداشت و پولس، یعنی بارنبا، روش دیگه ای تبلیغ میکرد مسیحیت رو و پولس روش دیگه. به این ترتیب مطلب مقوله پیامبران یا رسولان کاذب هم از همین جا نشأت گرفت، چون هر کدوم اون دیگری رو تکفیر میکردن. پولس بارنبا رو تکفیر میکرد، بارنبا پولس رو تکفیر میکرد. در رساله میتونیم به اعمال رسولان فصل 15 آیات 36 تا 40 مراجعه بکنیم که نشون دهنده اختلاف شدید پولس و بارنبا هستش. طبیعتا این اختلاف باعث میشه که هر کدوم طرفدارانی داشته باشند و روش تبلیغ پولس و بارنبا همخونی نداره. پولس در دفاعی خودش در مقابل رسولان کذبه در رساله دوم پولس قرنتیان به قرنتیان فصل 11 که چند آیه در ارتباط با رسولان کذبه که نشأت گرفته از اختلاف بین پولس و بارنبا هست رو عیناً قرائت میکنم. عرض کردم رساله دوم قرنتیان، پولس رسول به قرنتیان فصل 11، پولس میگه کاش که مرا در اندک جهانی متحمل شوی و متحمل من هم میباشی، زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکری عفیفه به مسیح سپارم. لیکن توجه بفرمایید، لیکن میترسم چنان که مار به مکر خود حوا را فریب، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح هست فاسد گردد. زیرا هرگاه آن که آمد وعظ می کرد به عیسی دیگر، ببینید در زمان عیسی مسیح، در زمان پولس، پولس داره شهادت میده، زیرا هرگاه آن که آمد وعظ می کرد به عیسی دیگر، پس نشون دهنده این هستش که ما انبیای کذبه داشتیم که عیسی دیگر رو تبلیغ میکرد که شاید منظورش بارنبا هست، غیر از آن که بدو موعظه کردیم یا شما روح دیگر را جز آن که یافته بودید
یا انجیل دیگر را سوای آنچه قبول کرده بودید. ببینید وقتی یه نفر در اون زمان میگه من یک انجیل دیگر قبول دارم، منظورش انجیل بارناباس. پس ببین مسئله انبیای کذبه یا رسولان کذبه، وقتی عرض بکنم که از بعد مسیحیت آغاز شده و ربطی این آیات انجیل به پیامبر اسلام، به حضرت باب، به حضرت بهاءالله که مسیحیان ادعا میکنن اینها انبیای کذبه هستن ندارن. با شما روح دیگر را جز آن که یافته بودید، با انجیل دیگر را سوای آنچه قبول کرده بودید میز بیپذیرفتید که و قص علا زاله. برون همان گونه که دقت کردید آیات انجیل به روشنی گویای این مطلبه و میفرماید که زیرا که مسیحیان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده، علامت و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را از پیش خبر دادم. پس منظور از انبیای کذبه طبق نص انجیل مسیحیان کاذب و کسانی هستند و شاید الانم هستند، اینه که دارم میگم الان توهینی تلقی نشه، به جهت این هستش که من صحبتهای آقای کشیش سهراب رامتین رو گوش میکردم که شدیداً تعجب کردم، زیرا کشیش سهراب رامتین با صراحت میگفت این کشیش هایی که الان دارن کشیشی میکنن به منزله یا مشابه القاعده و طالبان و حزب الله لبنان هستن و اصطلاح این که این کشیشان تروریست، باور بفرمایید آرشیو آقای سهراب کشیش سهراب رامتی بسیار بسیار مرد موقر و سنگین و دوست داشتنیه، من از صحبتاش لذت میبرم، ولی تعجب کردم که چگونه کشیش های امروزی رو به عنوان تروریست خطاب میکنه و مقایسه میکنه با تروریست های جهانی مثل طالبان و القاعده و حزب الله لبنان. پس منظور از انبیای کذبه، شنوندگان فهیم و فقیم، طبق نص انجیل مسیحیان کاذب و کسانی هستند که دستورالعمل‌های مسیح رو به زعم و گمان خودشون تدریس کرده و میکنن، نه پیامبر اسلام یا حضرت بهاءالله یا حضرت باب. البته در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح که به اعتقاد بهایان رجعت صفاتی است و علائم ظهور عیسی مسیح که نشسته بر ابر همراه با فرشتگان با بوق و سرنا که احتیاج به تشریح و تفصیل خواهد داشت، در آینده اگر امکانی فراهم بشه صحبت خواهم کرد. در ارتباط با بشارت انجیل مقدس به ظهور پیامبر اسلام و ذکر آیه 6 از سوره صف این چنین می‌فرماید، توجه بفرمایید، سوره صف آیه 6، از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا به رسول تأتیو من بعدی اسمه احمدو، توجه بفرمایید، اسمه احمدو فلما جاهم بالبینا قالو هازا سحر مبین. ترجمه میگه وقتی عیسی ابن مریم گفت، من رو گفتش تاکید بکنم، چرا؟ چون بعدم باید درباره صحبت بکنیم. وقتی عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من رسول خدا برای شما و تصدیق کننده این تورات هستم و بشارت پیغمبر بعد از من که اسم او احمد است را به شما میدهم، پس چون آمد احمد پیش ایشان یعنی مسیحیان با معجزه ها، گفتن این سحر واضح است. کلمه احمد و محمد هر دو از ذکر ریشه هستند،
به معنای بسیار ستوده شده، praise worthy. به طور یقین قرآن شریف و پوزش کتابیست آسمانی که توسط وحی به پیامبر اسلام نازل شده و چون وحی الهیست حقیقت محض محسوب میشه. و وقتی گفته شده عیسی به مریم گفته که بعد از من پیامبری به نام احمد ظاهر میشه، کذبی در اون نیست. اما این معضل 1400 ساله بین مسلمانان و مسیحیان رو باید در خود انجیل پیگیری کرد. بر همگان واضح و مبرهنه که اناجیل چهارگانه به اضافه اعمال رسولان پس از مصلوب شدن عیسی مسیح توسط متا، لوقا، مرقس و یوحنا و پولس قدیس نوشته شد. در خصوص اولین انجیل که متا هست اختلاف نظر هست. برخی از مورخین بر این باورند که این دیدگاه سنتی با پوزش از شما به خاطر آلرژی که خدمت جناب سوربی هم عرض کردم، به خاطر ساختمان سازی که دارن انجام میکنن هوا بسیار آلوده است. عرض میکردم برخی از مورخین بر این باورند که این دیدگاه سنتی از اواسط قرن دوم میلادی به بعد رایج بود. از قرن 18 میلادی به بعد پژوهشوران به صورت فرایندهی صحت انجیل متا رو زیر سوال برده و اکثرا معتقدند که متا انجیلی که به نام اوس رو ننوشته و معتقدند که انجیل توسط یک نویسنده مستقل مسیحی در اواخر قرن اول میلادی نوشته شده. اجماع نظر متخصصین عهد جدید اینه که نویسنده اولیه انجیل اون رو به زبان یونانی تألیف کرده و معتقدند که متا و لوقا از انجیل مرقس به علاوه نوشته فرضیه که شامل سخنان عیسی مسیح میشه و عنوان منبع استفاده کرده. و گروه اقلیت بر این باورند که اول متا انجیل خودش رو نوشته، سپس مرقس انجیل خودش رو و نهایتا لوقا اون دو رو ترکیب کرده. ای هم معتقدن اولین انجیل به زبان یونانی بوده نه آرامی. آرامی زبانی بودش که عیسی و حواریون با اون صحبت میکردن. اما وقتی به انجیل متا فصل 22 آیه 6 مراجعه میکنیم، نشون میده که انجیل پس از محاصره و تخریب اورشلیم توسط رومی ها تألیف شده. مضاف بر این با مطالعه انجیل متا متوجه میشیم که در هیچ جای انجیل متا نشانی از اینکه متا شاهد عینی اتفاقات بوده نیست و در هیچ جایی هم این ادعا رو نکرده. اگر متا انجیل رو نوشته بود باید اسمش رو میذاشت انجیل عیسی مسیح. انجیل در لغت یعنی مژده، بشارت، و نمی باید انجیل متا می گذاشت. انجیل متا اینو نشون میده که کسی دیگه از بیرون بگه که این نوشته کدوم روایت از ماجراست. علاوه بر این انجیل همیشه شخص سوم حرف میزنه، او گفت، او رفت، او آمد، به عبارتی مثل من و عیسی نداره. گویی که در فصل 9 آیه 9 انجیل متا به خودش اشاره میکنه متا، ولی هیچ نشونی از این که متا همون کسیست که این متن رو نوشته وجود نداره. آیه 9 از باب 9 انجیل میفرماید عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا میدید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت به دنبال من بیا. متا برخاست به دنبال او رفت. در این آیه متا شخص سومه، در حالی که در انجیل مرقس فصل 2 آیات 13 و 14
مسئول اخص عوارض و مالیات رو لیوای می نویسه، برای انجیل متا می نویسه. مطلب شایان توجه دیگه اینه که انجیل متا شامل 612 آیه از کل 662 آیه مرقسه و به غیر از این چند استثنا، چون در ترکیب در ترتیب یکسانی هستن، ولی متا مکرر متن مرقس رو از نظر نگارشی بهبود کرده. متا جملات تکراری مرقس کلمات غیر معمول رو حذف کرده و اون جملاتی که ممکنه عیسی مسیح رو به شکل بدی نشون بده حذف کرده. مثلا مرقس در فصل 3 آیه 21 نوشته عیسی عقل از سرش پریده بود. تکرار میکنم، مرقس فصل 3 آیه 21 نوشته عیسی عقل از سرش پریده بود. و یا در فصل 4 آیه 38 مرقس نوشته آیا تو اهمیت نمیدهی؟ مثال دیگه این که مرقس فصل 10 آیه 18 در پاسخ به مردی که مسیح او رو، یعنی اون مسیح رو معلم خوب میخونه، مسیح پاسخ بوده چرا من رو خوب میخوانی؟ هیچ کس به جز خدا خوب نیست. اما متا پاسخ عیسی مسیح رو در فصل 19 آیه 17 این گونه نگارش کرده، چرا از من درباره خوبی سوال میکنی؟ در اینجا متا با ترفندی موضوع رو غیر شخصی کرده و موضوع رو طوری وانمود میکنه که عیسی ممکنه خوب باشه یا خدا باشه. در یک جنبندی اکثر محققین تاریخ نگارش انجیل رو حدود 85 تا 90 سال بعد از میلادی و برخی هم 40 میلادی و برخی هم 70 میلادی می نویسن. یادآور میشم شنوندگان فهم بفهم، به هیچ وجه من از وجود قصد نقد انجیل رو در این مقطع ندارم. گفتن این مطلب یک رشته تحقیقاتی است که محققین در مورد عهد جدید کردن و علت بازو کردن رسیدن به پاسخ پرسشی است که شده. اما انجیل یوحنا که استاد گرامی و خادم شجی جناب دکتر عنایت مطلبی به پیشگویی که به صورت مکاشفه بود مطالب مهمی رو در برنامه خودشون ایراد فرمودن که از ایشان و ارشادات و رهنمون‌های ایشان سپاسگزارم. انجیل یوحنا به لحاظ ساختار و محتوا با سه انجیل هم نظر، یعنی متا و مرقس و لوقا، متفاوته. در این انجیل به رویدادها و تعالیم از زندگی عیسی مسیح اشاره شده که در سه انجیل دیگه نیومده، به گونه ای که با مطالعه اون تصویر کامل تری از زندگی عیسی مسیح به دست بیاد. یوحنا خود هدف خودش رو از نگارش انجیل چنین بیان میکنه: اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. فصل 20 آیه 31 انجیل یوحنا. یکی از ویژگی های انجیل چهارم اینه که به خدمات عیسی بیش از گرفتار شدن یحیای تعمید دهنده یا یحیای حسود یا یحیای معمدانی یا ایلیا اشاره میکنه، در حالی که سایر انجیل ها خدمات عیسی رو پس از این رویداد بیان میکنه. در انجیل یوحنا به اون چه معجزات عیسی نامیده شده تحت عنوان آیت یا نشانه اشاره میشه. اون چه معجزات عیسی نامیده شده به باور پیروانش نشانه هایی هستن از اینکه او به حق مسیح موعود و پسر خداست. هر آیت خطابه‌ای به دنبال داره که به تشریح حقیقت آشکار شده و در اون
آیت میپردازیم. من کنم دارم میرم جلو تا برسم اینجا. اجازه بدید که یه مقداری سخن رو کوتاه بکنم تا برسم به مطلب. خیلی زیاده، چه میشه کرد؟ من چند دقیقه دیگه فرصت دارم؟ چند دقیقه؟ خب در کتاب یوحنا دو رساله هست، شرمندگان فهیم بفهیم. رساله دوم یوحنای رسول، رساله سوم یوحنای رسول. تمام این مقدمه درباره اناجیل اربعه رسیدن به یک مطلب شایان توجهه که ارتباطی با آیه 6 از سوره صف قرآن داره. عرض کردم در سوره صف آیه 6 قرآن می نویسد به اذقال عیسی ابن مریم، که وقتی عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من رسول خدا برای شما و تصدیق کننده این تورات هستم و بشارت پیغمبر بعد از من که اسم او احمد است را به شما می دهم، پس چون آمد احمد پیش ایشان با معجزه ها، گفتند این سحر واضحی است. حالا من درباره این سلسله مراتب انبیا صحبت نمیتونم بکنم به خاطر زیاد وقت. میرم به مطلب اصل که پایان بخش عرایض بنده خواهد بود. بله، از زمان ظهور پیامبر در سال 610 میلادی تا کنون، عرض کردم اختلافات اساسی بین مسلمین و مسیحیان در سه مورد: یک، مسلمانان معتقد هستند عیسی مسیح مصلوب نشد، و اینکه نوع تولد عیسی مسیح که از باکر بودن و بدون ارتباط جنسی متولد شده نیستند، و سوم هم درباره اینکه مسیحیان کلمه احمد رو در انجیل پنهان کردند. اگر تمام انجیل رو به قول این دوست عزیز ما واب به واب پیگیری کنیم، هیچ نشانی از کلمه احمد عرض کردم نمیبینیم. در اینجا باید پرسید آیا تمام صحبت‌های 3 ساله دوران رسالت عیسی مسیح در 4 انجیل متا و مرقس و لوقا و یوحنا ضبط و نگاشته شده؟ طبیعتاً پاسخ منفیه، زیرا مطالبی رو عیسی مسیح فرموده که در انجیل ذکر اونها نشده و نگاشته نگردیده. از این رو آیه 6 سوره صف میفرماید و اذقال عیسی ابن مریم، یعنی عیسی ابن مریم گفت. حالا باید محققانه و عاری از هر گونه تعصب و تحجر و تسلب فکر انجیل رو خوند و دید در کدام نسبت از اناجیل 4 گانه کلماتی از مسیح که توسط نگارندگان انجیل شنیده شده اما نوشته نشده. کافیست با قلبی بدون شائبه و تعصب به دو رساله دوم و سوم یوحنا مرید محبوب عیسی مسیح مراجعه کنیم. رساله دوم یوحنا آیه 12 می‌فرماید چیزهایی بسیار دارم که به شما بنویسم، لکن نخواستم که به کاغذ و مرکب بنویسم، بلکه امیدوارم که به نزد شما بیایم و زبانی گفتگو نمایم تا خوشی ما کامل شود. طبیعتاً شنوندگان فهیم و فقیم، کامل شدن خوشی یوحنا مطلب طنزی نبوده، بلکه منظور از خوشی صحبتهایی بوده که از مسیح شنیده که روح و جان رو صفا میده اما در انجیل نوشته نشده. در رساله سوم یوحنا آیه 13 و 14 میفرماید مرا چیزهای بسیاری بود که به تو بنویسم، لکن نمیخواهم به مرکب و قلم به تو بنویسم، لکن امیدوارم که به زودی تو را خواهم دید و زبانی گفتگو میکنم. منظور از چیزهای بسیار مسلماً تفریحات و خوشیهای استغفرالله یوحنا نبوده، بلکه مطالبی که در زمان
یا از زبان عیسی مسیح شنیده که احتیاج به توضیح و بیان مفصل داشته که با نامه امکان سوء تفاهماتی میشد. از این رو یوحنا قسمت صحبت‌هایی رو که از عیسی شنیده و در اناجیل دیگه ثبت نشده رو میخواسته با مؤمنین در میون بذاره. پس هر مطلبی که شما در انجیل میخونید الزاماً صحبت‌های تکمیلی و کامل عیسی مسیح نیست، به استناد به این دو آیه. البته آیه دیگه هم هست، نه تنها یوحنا بلکه پولس قدیس هم در نامه دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 15 هم تاکید میکنه که حرف‌های زیادی که نوشته شده رو ذکر میکنه. مینویسه: پس ای برادران استوار باشید و سنت های را که چه با سخن زبان یعنی وربلی و چه با نامه شما سپردم نگاه دارم. پس پولس قدیس هم بیانات شفاهی نموده که در اعمال رسولان نوشته نشده. در نتیجه وقتی قرآن میگه و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسولا تأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر المبین، یعنی وقتی عیسی ابن مریم گفت ای بنی، من تکرار میکنم به جهت این هستش که هیچ گونه سوء تفاهمی پیش نیاد، ترجمه این هستش که وقتی عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من رسول خدا برای شما و تصدیق کننده این تورات هستم و بشارت پیغمبر بعد از من که اسم او احمد است را به شما میدهم، پس چون آمد پیش ایشان یعنی پیش شما بر مسیحیان با معجزه‌ها گفتن این سحر بازی است، نباید شک و ریبی به خود راه داد و قبول نمود که عیسی ابن مریم به ظهور بعد از خود به محمد ابن عبدالله بشارت داده. شنوندگان فهیم و فهیم، مطلب بسیار زیاد هست، شاید به علت مشغولیاتی که یا وظایف خطیری که به عهده جناب سوربی گذاشته شده روزهای جمعه هم ایشون مجبور هستن که استودیو رو در ساعت مشخصی ترک بکنن. از این رو بنده هم موظف هستم و مسئول که برنامه رو به اختتام بدم و از شما تشکر کنم به جهت وقتتون، به جهت مراحمتون. امیدوار هستم که محفلتون روحانی، دلهاتون دریایی، شادیهاتون یلدائی، ایامتون به کام و اوقاتتون به طراوت باران بهاری پر طراوت و شاداب و پرنشاد و شبهاتون شیک و مجلسی ما. روز روزگار بر شما خوش باد.